آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم لج و روز و نماز و بی و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، روزتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و این روزها اللهم عجل لولیک الفرج ذکر قلب و لبهاتون باشه انشاءالله. برنامه توضیح المسائل رو از کربلای معلا تقدیم حضور شما عزیزان میکنم و به نیابت از شما عزیزان عرض خوش آمد دارم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان. سلام علیکم آقا. خیلی خوش آمدید. سلام و رحمت خدا در خدمت هستم. عرض سلام و ارادت به ساحت مظلوم صاحب الزمان در هر کجای این عالم که همکنون نظارگر ما در این برنامه شریف هستند. همچنین سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که از جای جای مختلف این کره خاکی همکنون ما رو دنبال میکنن. بله، یک سلام خاص هم عرض کنم خدمت دوستان ما که از طریق اینستاگرام و فیسبوک ما رو تماشا میکنن. انشاءالله ممنونم، این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردن و عرض کنم که 2096477330304 شماره که برای شما در طول برنامه زیرنویس میشه شماره ارتباط شما با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ پیام های خودتون رو که سوالات شرعیتون هست به صورت صوتی یا متنی بپرسید و در برنامه منتظر جواب باشید. مقدمتا هم عرض کنم خدمت اون دسته از بزرگوارانی که تماس میگیرن در طول برنامه امکان پاسخگویی تماس برای ما نیست، به خاطر اینکه اولویت با دوستانی هست که سوالاشون رو به صورت صوتی و متنی میفرستن. خیلی ممنونم. آقا بسم الله، اگر صحبت مقدماتی داریم بفرمایید. خواهش کنم، در خدمتتون هستم. بله. بزرگواری پرسیدن که پسرم، پولی که پسرم برایم میفرستد آیا در پسنداز آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ و سوال بعد این که آیا اجازه دارم سهم سادات را خودم به فقرای سادات بدهم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پولی که فرزند شما برای شما میفرسته اگر خرج در معونه نشود و پسنداز بشه خمس تعلق میگیره بهش، همونطوری که بعضی از مراجع من جمله همین حضرت آیت الله العظمى شیرازی نظرشون اینه که هدیه اگر خرج در معونه نشه با بقیه اموال فرقی نمیکنه و خمس شاملش میشه. اما در مورد سوال دوم، خرج خمس، خمس رو حتما باید به مرجع تقلید و نهایت وکیل مرجع تقلید تسلیم کرد و فقط در مورد سهم سادات که اون هم احتیاط وجوبی دارن که حتی سهم سادات هم نمیشه انسان خودش رو خرج کنه و باید اون رو تسلیم به مرجع تقلید یا وکلاء مرجع تقلید، یکی از وکلاء یعنی وکیل مرجع تسلیم کنه. خواهر بزرگواری پیام دادن که ما خانواده سیدیم ولی شوهرم مشروب میخوره متاسفانه. هرچی بهش میگیم حرف گوش نمیده. من و دخترم اهل نماز و روزه هستیم ولی اون نه. تکلیف ما چی میشه؟ یکی دو بار آورده خونه خورده آیا خونه؟ خلاصه این که این بنده خدا، این خواهر بزرگوار تقریبا
نیم صفحه‌ای در مورد همسرشون صحبت کردن و درد دل کردن و در نهایت پرسیدن که تکلیف ما چیه و اینکه پرسیدن که راهنمایی کنید ما را. و یک نکته مهم گفتن که هر سال محرم شوهرشون خرج میدن برای محرم یا شبهای رمضان، تکلیفشون چی میشه از نظر شرعی؟ عرض شود خدمت شما که هر شخصی یکی از وظایفی که داره، یکی از واجباتی که داره، وظیفه امر به معروف و نهی از منکره. و خدای تعالی حتی در قرآن می‌فرمایند که وذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یا اینکه در آیه دیگه هست که قو انفسکم و اهلیکم نارا، انسان شایسته است که خودش و اهل و عیالش، حالا همسرش، خانمش، شوهرش، از آتش جهنم، از آتش رذائل، از آتش خبائث حفظ کنه. سزاواره که با قول نرم امر به معروف کرد و اون رو هدایتش کرد. و به هر حال انشاءالله که خدای تعالی همه ما رو هدایت کنه انشاءالله تعالی. آیا جایز است پولی که در ماه محرم و ماه مبارک رمضان برای خرج مسجد و عزاداری جمع‌آوری می‌گردد جهت هیئت قرآن و کلاس‌های مسجدها، یا اینکه قرآن و تخت سیاه خریداری کنیم؟ به هر حال اجازه صاحبان پول لازمه، یعنی صاحبان پول رو برای یک مقصود دیگه دادن، الان میخواد در یک مقصود دیگه خرج بشه، اینجا ایرادی نداره، اما قبلش باید با اون کسانی که صاحب پولن صحبت بشه. اگه اجازه دادن که جایز خوبه، اگه اجازه ندادن باید پول رو یا به صاحبانشون برگردون یا در همون راهی که صاحبان اون پول رو دادن خرج کنن انشاءالله. آیا این عکس های نقاشی شده که به امیر المؤمنین علیه السلام یا امام حسین علیه السلام یا آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و بقیه ائمه نسبت می دهند حقیقت دارد؟ آیا نصب آنها در خانه و مساجد و دیگر جاها اشکالی ندارد؟ حقیقت دارد، یعنی مثلا اینهایی که این عکس ها رو طراحی می کنند با توجه به اون چه که از تاریخ و روایات و اینجور مسائل به دستشون رسیده یه چیزی ترسیم میکنن، مثلا دوربین عکاسی که نبوده که حالا عکسش گرفتن الان هست. اما این کار فی نفسه تا مادامی که اهانتی جسارتی نباشد ایرادی نداره، نه اینکه خود این کار اهانته، بعضی خود کشیدن اهانت میدونن، بعضی اگه یه کسی نقش اهل بیت رو بازی کنه اهانت میدونن. به فتوای حضرت آیت الله العظما شیرازی کشیدن این عکس ها، استفاده از این عکس ها، حتی یک کسی بیاد نقش اهل بیت عصمت و طهارت رو بازی کنه، نقش انبیا رو بازی کنه، اینا فی نفسه ایرادی نداره، مگر اینکه یک کاری کنن، مثلا تصویر رو یک جوری بکشن، مثلا فرض کنید بیان تصویر رو یک انسان مثلا ریش تراشیده سیبیل کلوفتی بکشن این جوری، مثلا یه همچین کارهایی که توهین بشه در اینجا ایراد داره. اما اگر کار خاصی انجام نشود فی نفس ایرادی ندارد. بله، عرضم خدمت شما. قبل از سوال بعدی بگم که دوستانی که دارن تماس میگیرن خواهش میکنم ازتون که پیام بدید تا سریعتر جواب سوالتون رو بگیر. اشخاصی که دارای عذر شرعی هستند مانند شخص جنوب یا حائض، آیا میتوانند زیارت عاشورا و دیگر ادعیه را بخوانند و سجده زیارت عاشورا را به جا آورند؟ به هر حال تمام این چیزهایی که سوال شد جایزه، ایرادی نداره. چت کردن در گوشی با پسر خاله یا دختر خاله چه حکمی داره؟ حالا برای خانم ها با پسر خاله، برای آقایون با دختر خاله. چت کردن با نامحرم انسان باید جدا در غیر ضرورت بپرهیزه، چرا روایاتی همست که تله شیطان برای به دام انداختن ماها همین ارتباط و صحبت و چت و اینجور موارد با نامحرمه و جایز نیست مگر در ضرورت و به اندازه ضرورت. بله، بزرگواری پیام دادن. سلام، ببخشید میخواستم بپرسم تو کشورهای غربی برای احوال پرسی و سلام باید دست داد؟
چون رسمشونه و من هم باید احترام بذارم و با آنها دست میدم. نمیدانم چیکار کنم. میدانم تو دین اسلام به این نکته های کوچک خیلی باید دقت کرد. لطفا شما به این سوال من جواب دهید. با تشکر. عرض شود خدمت شما که این عمل در دین مقدس اسلام حرامه، ممنوعه، اشکال داره و انسان باید برای دینش، برای مذهبش ارزش قائل بشه. بله. باید یک طوری محترمانه با منطق به اینها فهمون که این کار در مذهب ما ایراد داره تا توهین تلقی نشه. اون سری از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در اثر اذیت‌هایی که توسط کفار و مشرکین می‌شدن رفتن با اجازه پیامبر به حبشه، اونجا پناه گرفتن، خب رسم بود که همه باید جلوی پادشاه سجده کنن. اینا سجده نمی کردن. اون نمایندگانی که از طرف مشرکین رفته بودن که اینها رو مثلا در چشم پادشاه سیاه کنند و تحویل بگیرن بیارن، از این مسئله سوء استفاده کردن و باز اینها سجده نکردن. یعنی اینجور نبود که بگن که حالا سجده کنیم تا یه وقتی به دست مشرکین نیفتیم. سجده نکردن. بعد اینا رفتن پیش نجاشی و گفتن اینها میخوان به تو توهین کنن وگرنه معنا نداره. چرا اصلا اونها یک نفر به نمایندگی که ظاهرا جعفر ابن ابی طالب بوده میره صحبت میکنه که در دین ما، در آیین ما سجده فقط برای یک نفره، اونم خدای تعالی، و ما احترام شما رو داریم، اما سجده به عنوان احترام نیست در مذهب ما و نکردن سجده هم به منزله بی احترامی نیست در مذهب ما و سجده برای خدای تعالی است فقط. اتفاقا چقدر پادشاه خوشش اومد از این جسارت اونها، از این استقامت اونها، از این صداقت اونها و دست رد به سینه مشرکین زد. میخوام بگم که اگر انسان در دینش محکم باشه خدای تعالی به کمکش خواهد آمد. بله، عرضم به خدمت شما بیننده بزرگواری صدا برای ما فرستادن، من پخشش کنم. خسته نباشید به شما و برنامه خوبتون و این ماه عزیز رو به شما تسلیت میگم و به آقا امام زمان و خانم فاطمه زهرا تسلیت عرض میکنم. میخواستم ببینم رفتن به کلیسا ایرادی داره یا مکروه. میخواستم به این سوالم جواب بدید، چون یه موقع تو شهر غریب هستیم دلمون میگیره میریم تو کلیسا یه چند دقیقه با اونها دعا اینا گوش میکنیم. بله، این بزرگوار از اروپا پیام دادن برای ما. هر شبت خدمت شما که رفتن به کلیسا اگر مثلا یکی دو باره، اون هم به شکلی انسان بره که یعنی من اومدم دیدن و کاری به این مثلا اومدم ببینم به عنوان دیدنی چه خبره، اومدیم ببینیم اینجا چه خبره، اینجوری ایرادی نداره. اما اینکه انسان بره در جمع اونا با اونها بخواد دعا کنه، این ایراد داره، حتما ایراد داره. یکی دو مرتبه، اون هم نه به عنوان عبادت، به عنوان اینکه بره ببینه چه خبره و از اوضاع هم، یعنی ظاهر هم طوری نشون بده که من کاری به مثلا دین و مذهب هم ببینم اینجا چه خبره. مثلا امروز الحمدلله به همت شیعیان در جای جای کره زمین مساجد هست، حسینیه ها هست و اون محل اجتماعات مردم مسلمان زیاده. خب اگر انسان یک کسی مثلا دلش میگیره به مساجد بره، به حسینیه ها بره، به جاهایی که مردم شیعه جمع میشن بره و اونجا دعا کنه و یقینا خدای تعالی به مسجد نظر داره، به حسینیه نظر داره و به کلیسا نظر نداره، برای که دین خدای تعالی امروز اسلامه. معنا نداره که خدای تعالی به کلیسا هم نظر داشته باشه، به مسجد هم نظر داشته باشه. اگه برای عبادت میخوایم بریم، اگه برای اجابت دعا میخوایم بریم، اگه برای انس با پروردگار میخوایم بریم، باید به مساجد رفت، به حسینیه ها رفت، منزل شیعیان رفت. بله. خب سلام علیکم خدمت شما. یک سوال داشتم، آیا می شود حدود 40 کیلومتر از خانه دور باشیم و در مسجد که نماز می خوانند در صف اول نماز جماعت نماز بخوانیم، اشکالی ندارد؟ بعد
اضافه کردن که کسی که نماز شکست هست حکم این که صفحه اول بیستد چیست؟ به هر حال جایزه، در هر دو صورت جایزه و ایرادی ندارد. هرچند حالا کسی که نماز شکسته هست بهتر اینه که صف اول وانسته. بله. بیننده بزرگواری گفتن شوهرم وسواس فکری دارد و هر کس چه فامیل و چه همسایه به نظرش بد آید به من هم میگه باهاشون صحبت نکن. من باید به حرفش عمل کنم در حالی که قهر در اسلام جایز نیست؟ نه، یعنی لازم نیست به حرف ایشون عمل کنید در چنین مواقعی. بله، این سوال هم یکی از بینندگانی که مقاله سیستانی هستن پرسیدن. من در انجام غسل خیلی وسواس دارم و هر غسلی یک یا یک ساعت و نیم طول می کشد به طوری که بعضی اوقات نمازم قضا می شود. برای رفع این مشکل لطفاً راهنمایی کنید. بدترین مریضی ها مرض وسواسه، انسان رو به حرام می کشونه. یک ساعت و نیم حمام چه اسرافی در آب، اونم امروز که در جای جای دنیا با مشکل آب مواجه هستن. اسراف انسان به خاطر یک غسل دو سه دقیقه هم شاید زیاد باشه، بیشتر طول نمی کشه اگر بدون وسواس بخواد انسان غسل بکنه. یک ساعت و نیم آب میریزه انسان چون وسواس گرفته. حرامه، اسراف حرامه. بعد خودشون میفهمن که نمازم هم قضا میشه، قضا شدن نماز حرامه. یه وقت انسان خوابه، خب خوابه دیگه، تکلیفی نداره، اما وقتی بیداره نمازش قضا میشه، خب این اسرافه. یه غسل یه دقیقه، دو دقیقه، نهایت سه دقیقه طول میکشه. و توجه نکنید، شما سر و گردنتون رو میشورید، خب کافیه. شیطان تو گوشتون میگه نه اینجاش نشستید، اونجاش نشستید. شما بگید که ما که موظف نیستیم که به حرف شیطان گوش بگیریم، خدا همینقدر از من قبول میکنه. و تا اینجوری شاید یک دقیقه تمام، یک غسل تمام میشه، نه اسراف میشه، نه نماز قضا میشه و اعصاب انسان هم خراب نمیشه. بله، زیور خوبان رو با هم تماشا بکنیم، انشالله در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تاریخ موارد بسیاری، صدها و صدها، در ایام حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله موارد بسیاری در تاریخ وارد شده که در وقتی که وقت نرمی و شفقت و رأفت و رحمت نیست، که جنگ و جنگ افروزیه و کشت و کشاره، در همین حالها پیغمبر اسلام در موارد بسیاری با رأفت و نرمی و رحمت برخورد کردن. یکی از اون قصه های بسیار زیاد در تاریخ پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله برخورد پیغمبر اسلام با صفوان ابن امیه است. یکی از کسایی که خیلی ضد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فعالیت می کرد همین صفوان ابن امیه بود، چون این صفوان یکی از کسایی بود که ثروت زیادی را در جمع اسلحه مصرف کرده بود و مراکزی برای جمع اسلحه در اختیار داشت و مشرکین هم از او استفاده کردند. بعد از اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه منوره هجرت کردند، از پول او، از سلاح او برای ایجاد جنگ های ظالمانه و تحمیلی بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. یه روزی هم صفوان یه عبد اختصاصی آمد در کنار کعبه مقدسه نشست با این عبد. به این عبد گفت که من یه درخواست ازت دارم و اون این است که تو شمشیر بگیر، برو مدینه منوره، خودت را در بین مسلمین مطرح کن به عنوانی که اومدی اسلام بیاری، وقت در یه فرصت مناسبی بزن گردن پیغمبر اسلام را و اگر موفق شدی کشتی پیغمبر و برگشتی، من جایزه بزرگی به تو میدم، و اگر موفق نشدی و تو کشته شدی، خانوادت را من به بهترین وجه اداره خواهم کرد. یک شمشیر بران قوی به او داد و اونم آمد مدینه منوره، وارد شد مدینه منوره، آمد خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. قبل از اینکه چیزی بگه پیغمبر اسلام بهش فرموده اون شمشیر را از لای لباسات بیرون بیار.
تمام کلماتی که بین صفوان و بین این عبد رد و بدل شده بود، تمام اون کلمات با تمام اون حروف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برای اون نقل کرده، او هم همونجا ایمان آورد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، موند توی مدینه منوره جز مسلمان هاش. وقتی که ایام فتح مکه مکرمه شد و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله تشریف آوردن مکه مکرمه، این عبد هم با پیغمبر خدا آمد و به مکه که رسیدن در فتح مکه، این عبد اومد به پیغمبر خدا عرض کرد: یا رسول الله، این صفوان سالها به من خدمت کرده بود، به خاطر این منم میخوام به او خدمت کنم، اگر شما به او امان بدید که نترسه. صفوانی که 20 سال همه جوره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را اذیت کرده بود، گفت: یا رسول الله، اگر شما به او امان بدید، فرمودن برو بهش بگو امان داره، بیاد کارش نده. اینم آمد خونه صفوان، گفتن صفوان از ترس اینکه پیغمبر بکشتش فرار کرده نرفت. اینم اومد دنبال صفوان، گشت این طرف اون طرف پیداش کرد، گفت: صفوان بیا، پیغمبر خدا برای تو امان آوردم. گفت: دروغ میگی، این حیله است، میخواید منو بکشید اونجا که گردن منو بزنن. نه، حیله نیست، از خود پیغمبر من امان برات آوردم. گفت: اگه بدونم پیغمبر خدا امان داده، میدونم اون راستگوه، اما من از تو میترسم، میترسم تو خود عذری میکنی. گفت: چیکار کنم که تو باور کنی؟ گفت: پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه علامت ازشون بیار که من باور کنم که این از پیغمبر خداست. عبد اومد خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، عرض کرد: یا رسول الله، این میترسه، فکر میکنه من دروغ میگم و شما امان ندادید، یه علامت خواسته از شما تا باور کنه. پیغمبر خدا عمامه‌شون رو از سرشون برداشتن، گفتن: صفوان میدونه این عمامه منه، اینو ببر نشونش بده. اینم آورد نشون صفوان داد، گفت: این عمامه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. گفت: آه میدونم. پاشد اومد مکه و در امان زندگی کرد. کافرم بود و پیغمبر خدا با اینکه این 20 سال ضد پیغمبر خدا همه جور کار کرده بود و اصلا جنگ های ضد پیغمبر خدا یه رکنش رو این بود، اسلحه‌ای که این میداد به این کسایی که آمده بودن به جنگ پیغمبر خدا، معذالک به این سادگی پیغمبر خدا با لین و رعفت و رحمت با او برخورد کردن. کجای تاریخ به این قصه نظیر داره؟ خب 2-0964 773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه از طریق تلگرام و واتساپ. بزرگواری پیام دادن که یه مغازه داریم که بهش خمس تعلق میگیره. 2 سال پیش کارشناس مغازه رو 500 میلیون کارشناس مغازه رو 500 میلیون قیمت گذاری کرده. میشه بر همون مبنای 500 میلیون ما خمس مغازه رو بدیم؟ چون اگه قیمتش رو بروز کنیم پرداخت خمسش برای ما غیر ممکنه، چون ما قصد فروش مغازه رو نداریم و میخواییم از درآمدش خمس رو بدیم. لطفاً بفرمایید. با تشکر. بله، اول اینکه تأخیر در پرداخت خمس معصیته و انسان باید توبه کنه، یعنی هر سال انسان باید خمسش رو حساب کنه و بده، پرداخت کنه بره. حالا اگه نداد این مغازه، اگه اون 2 سال قبل شما خمسش رو داده بودید، خب همون 500 میلیونی که میفرمایید، اما چون تأخیر شده معصیت کردید تا الان، امروز باید به قیمت روز بدید خمس رو، باید به قیمت روز حساب کنید و به قیمت روز خمسش رو بدید. حالا شما میفرمایید که من خب چون قیمت زیاد شده الان نمیتونم. خب اینجا راه داره، شما با یک مرجع تقلید، یا یعنی مرجع تقلید خودتون یا وکیل ایشون، یکی از وکلا، یک مرجع تقلید معمولاً وکلایی داره، مثلا فرض کنید حضرت آیت الله العظمی شیرازی که وکلای زیادی در سر تا سر کره زمین، در یک کشور گاهی در شهرهای مختلف، در هر شهری گاهی یکی یا چند وکیل دارن. حالا یکی از این وکلا مرجع تقلید، شما میرید رجوع میکنید و دستگردون میکنید و خورده خورده، یعنی قسمندی میکنه براتون، مثلا شده اینقدر الان ندارم ولی هر 2-3 ماهی میتونم اینقدر بدم، خب تقسیم میکنه که در عرض 5 ماه، 4 ماه، 3 ماه، به هر حال شما بتونید این خمس رو بدید. بله، شکر. بزرگواری مقلد آقای صافی گلپایگانی هستن، پرسیدن که مداحان در اثنای زیارت عاشورا، دعای کمیل و یا دعای ندبه اشعار یا روزه میخوانند، این کار چه حکمی دارد؟
شایسته اینه که انسان وقت دعا میخونه فقط دعا بخونه. خوندن شعر و اینجور مسائل وسط دعا، حالا بعد که دعا تمام شد حالا شعر بخونن، مدعی بکنن، هر کاری میکنن، اما وسط دعا چرا در بعضی جاها به مقدار خیلی متعارف و کم، اگر روزه‌ای که صحت داره در جای معتبر نقش شده خونده بشه، اونم به مقدار کم ایرادی نداره، وگرنه در غیر این صورت شکل دعا به هم میخوره و معلوم نیست دیگه ثواب اون دعا به انسان داده بشه. بله، بزرگواری مقلد آقای فیاض هستن، پرسیدن که آیا سرپرست خانواده میتواند یارانه‌ای که توسط دولت برای تمام اعضای خانواده پرداخت میشود را بدون اجازه خانم به پدر و مادرش بدهد؟ تصرف در این یارانه برای سرپرست خانواده، برای مال خودش، اون چه اون قسمتی که مال خودشه و فرزندانی که قاصرن، مشکلی دارن مثلا، ایرادی نداره، اما در اون قسمتی که مال همسره یا مال فرزندان بزرگه، این اجازه رو نداره. اینا مال خودشونه و با اجازه خودشون اگرم بخواد کاری بشه باید انجام بشه. بله، بزرگوار مقلد آقای وحید هستن، پرسیدن که آیا می شود نماز عشا را قبل از نماز مغرب خواند؟ نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا ترتیبش لازمه. اگر کسی عمدن نماز عصر رو قبل از نماز ظهر بخونه یا نماز عشا رو قبل از نماز مغرب بخونه، باطله و باید از اول نماز رو اعاده کنه. خب، بزرگوار مقلد آقای حکیم حسن پرسیدن که آیا گفتن صدق الله العلی العظیم پس از اتمام کردن سوره فاتحه و سوره ای که پس از آن میخواند در نمازهای واجب یا مستحب جایز است؟ به هر حال این کار جایزه ولی مستحب نیست، استحبابی نداره. اون چه که استحباب داره گفتن الحمدلله رب العالمینه. بله، آیا شخص جنوب میتواند به زیارت امامزادگان مانند حضرت معصومه یا شاه چراغ و دیگر این امامزادگان برود؟ ایرادی ندارد، مگر اینکه اون قسمت‌هایی از بعضی از حرم‌ها که مسجده، رفتن اونجا حرامه، در جایی که مسجده نباید بره و احتراماً به ذریح نزدیک نشود. بله، بزرگوار مقلد آقای صافی گلپایگانی هستن، پرسیدن که سن بلوغ زن 9 سال است که در رساله ذکر شده است، تکلیف بر او واجب می شود، در حالی که دختر اینقدر کوچک است که اگر روزه بگیرد مریض می شود، بلکه نمی تواند روزه بگیرد و علامت بلوغ دیگر هم ندارد، تکلیفش چیست؟ برای بلوغ و تکلیف برای خانم ها اتمام 9 سال قمری است. کسی که 9 سال قمری تمام بشه بالغه و تمام واجبات بر او واجبه، باید انجام بده. اما خب قدرت و توانایی هم یکی دیگه از شروط انجام واجباته. این دختر خانم الان بالغه، روزه برش واجبه، واقعا قدرتش رو نداره، اینجا دیگه روزه برش واجب نیست، اما برگردنشه، روزه نمیگیره تا سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، هر وقتی که واقعا میتونه روزه رو بگیره قضای این روزه ها رو انجام میده. خب ولی واجبات دیگه مثل حجاب، مثل نماز، تواناییش که داره الان باید انجام بده و هر واجبی که تواناییش واقعا نداشت ساقطه، اما باید بعدا قضاش رو انجام بده. خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد. از شما عزیزان هم خیلی ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. یا علی، مدد خدا نگهدارت. آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن.